راننده کامیونی وارد رستوران شد، پشت سرش سه تا عوضی هم موتورسیکلتاشون رو پارک کردن و وارد رستوران شدن. یه راست رفتن سراغ میز راننده کامیون، اولی سیگارش رو تو استکان چای راننده خاموش کرد، راننده چیزی بهش نگفت. دومی شیشه نوشابه رو سر راننده خالی کرد، بازم راننده سکوت کرد. وقتی راننده بلند شد بره حساب کنه، نفر سوم یه پشت و پس از راننده ولو شد رو زمین، ولی بازم هیچی نگفت. بعد از خروج راننده یکی از اون سه تا عوضی به صاحب رستوران گفت چه آدم بی خاصیتی بود، نه غذا خوردن بلد بود، نه حرف زدن، نه دعوا. رستورانچی هم جواب داد از همه بدتر رانندگی هم بلد نبود، چون وقتی داشت میرفت دنده عقب گرفت و سه تا موتور نازنین رو له کرد و رفت. اینطوری که تو سه تا عوضی رو گفتی دیگه حسین سلامی و سبزعلی رضایی هم فهمیدن که داری اشاره میکنی به نشست سران سه قوه. اونورم که کامیون داره یعنی مردم دیگه، کیه که اینو نفهمه؟ پس تو دیگه چی بوده بود که بگی؟ دکتر من اومدم یه چیزی دو پهلو بگم از کنارش رد شم، ولی شما تو بوخ کردین. البته بعدش مقام عظما هیئت دولت رو صدا کرد و مسائل رو رفع و رجوع میخواست بکنه. این نتیجه چی شد آخه؟ این دفعه من اومدم از کنارش رد بشم، تو کردی دو بوخ که. خب معلومه که نشست مقام عظما با اون دو هیئت دولت نتیجه نداشت که. از خورد ریزاش که بگذری زهرخوری بود دیگه. چرا آی دکتر؟ به خاطر اینکه اگه زورش میرسید چیز رو حل بکنه که تو این بدبختی گیر نمیکرد بیچاره. من هم ابوی همیشه میفرمودن بزن با دور، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف دست کشید و چراغ جادو قوله اومد بیرون، گفت چه کار کنم برات؟ یارو گفت یه خونه میخوام بزرگ شیک گرون قیمت تو محل عیونی شهر. بعد قوله برگشت گفت آخه مشک، من اگه میتونستم همچین چیزی برای تو خونه جور کنم که این همه سال خودم تو آفتابه نمیخوابیدم که. روشن شد یا همچی بزنم که بری هم اتاقی قوله بشی تو آفتابه. آیا دکتر موضوع بعدی سفر ولایتی به روسیه است. چرا ولایتی رو فرستادن؟ این که عقل درست حسابی نداره. اون دفعه اومد شعر بخونه، معلوم شد از یه غزل نوبیتی نیم بیت هم بلد نیست. باز اقلا اونجا نزدیک های نیم بیتشو بلد بود، اینجا که فصاحتش بیشتر بود. ولی به هر حال اگه آدم باشعور دارم داشتیم و میفرستادیم فرقی نمیکرد. البته خب این ولایتی دیگه اند گیجاست، بعید میدونه همین الانم فهمیده باشه که کجا رفته، برای چی رفته، چی داده، چی گرفته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رفت امتحان رانندگی بده. چهار نفری که سوار شدن این رفت زودتر از همه نشست پشت رول، سب کرد. افسره که سوار شد این شروع کرد به تنظیم آینه و صندلی و اینا و گذاشت تو دنده و راه افتاد. یه خورده که رفت دید افسره هیچی نمیگه، برگشت گفت جناب سروان من همینطوری مستقیم ادامه بدم؟ یارو گفت جناب سروان کیه؟ من مسافرم، مگه شما تاکسی خطی نیستی؟ مشنگه تو آینه نگاه کرد، دید یکی پرونده زیر بغلش داره فوش میده و میدوی دنبال ماشین. تازه فهمید چه گندی زده، دستی رو کشید پیاده شد ده فرار. خوب اقلا فهمید چه گندی زده. این ولایتی هنوزم فکر میکنه سفرش موفق بوده. چه دلی خوش کرده بودیم که تحریما رو میشکنه و سرفصل میشه و همه چی ردیف میشه. کشکم گیرمون نیومد. یه 50 میلیارد معامله با روسیه هم گفت که خیلی زود تقش در اومد که خالی بندی بود. آقای دکتر وقتی ولایتی رو میفرستن باید منتظر ضایعاتش هم باشی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که فیله داشت از جنگل فرار میکرد. گفتن چی شده؟ گفت قرار شده زرافه رو گردن بزنن. گفتن تو که زرافه نیستی. گواخه مأموریت رو دادن به الاغ اجرا کنه. روشن شد یا بفرستمت دنبال شکار زرافه همراه با الاغ. آقای دکتر یعنی حاصل سفر شد یه سری تکذیب و آبروزی از طرف کرملین؟ این تازه یک گوشش بود، انقدش بود. حاصلش شد این که داستان سوریه تمام، به زبون خوش بیرونمون کردن رفتیم پی کارمون. حرف مفت گیرمون اومد با توسری کنون نقد. هنوز مرکب حرفای ولایتی خوش نشده بود که تو هلسینکی هم فروختنمون چه جور.
یعنی آی دکتر به اندازه برگ چغندر هم تأثیر نداشت؟ نه خیر نداشت. مشنگرف هنر پیشه شد. کارگردان بهش گفتش که نقشت خیلی کوتاهه. گفتش که اشکالی نداره. کارگردان گفت فقط یه صحنه است. گفت نداره. کارگردان گفت پولم نمیدیم. گفت باشه قبوله، فقط هنر پیشه بشم. حالا چی باید بگم؟ کارگردان گفت خودت هم نشون نمیدیم. میری پشت یه دیواری، بعد یه گلدون میفته اون طرف دیوار، تو میگی آخ. مشنگه گفتش که بلند بگم؟ کارگردان گفت مهم نیست، صدا ضبط نمیشه، بعدا دوبله میکنیم. دوشن شد یا برفستم به پشت دیوار پیش ولایتی. آی دکتر با این تفاصیل من یه سوال پایه‌ای برام پیش اومد. این گیج مشنگ رو برای چه گذاشتن مشاور عالی مقام عظما؟ همچین میگی؟ چرا چه اینو گذاشتن که انگار یه اتوبوس مشاور هوشیار فهمیده تو صف منتظرن، بعد مقام عظما رفته یکی رو انتخاب کرده؟ خب همینو داره دیگه. دکتر یعنی میخواین بگین که خرابتر از اوضاع این وضعیت خود مقام عظماه؟ من نمیخواستم بگم، ولی خب تو دیگه گفتی. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادون. عرض میکردم بله. میفرمودن که مشتنگا برای باغشون سگ خریدن که دزد نیاد، بعد شبا شیفتی نگهبانی میدن که دزد نیاد سگره ببره. آقای دکتر الان قاطی کردم، مقام عظما تو این داستان مشنگه، سگه یا دزد؟ چون هر کدوم یه دعوای جداگونه میخواد. خب اصلا مثل که منتظر بهانه، بگو وقت تموم شده دیگه. چرا الکی دعوا داری؟ چرا مقام عظما در حد یک سگ